سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم کالتون خوب باشه. خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه با موویشن. امروز میخوام یه سری اتفاقات بچگیای والت دیسنی رو واسهتون بگم. قبل از شروع ویدیو بگم که سابسکرایب، لایک، کامنت، زنگوله یادتون نره. برو بریم. برادر والت توی کودکی توسط پدرش به محیطای جنگلی برده میشده و مورد آزار و اذیت قرار میگرفته. میگن که روی باید به خودش بباله که چطوری والت رو تشویق کرد تا در برابر پدرشون بیسته و ادعا میکنه وقتی که والت در برابر پدرشون ایستاد و با این که اونم کتک خورد از پدرشون، باعث شد که پدرشون خورد بشه و واقعا گریه کنه و پشیمون بشه و قسم بخوره که دیگه اونا رو نمیزنه. و همچنین روی به این سکانس از انیمیشن پینوکیو اشاره میکنه که معنی قابل توجهی واسه انیمیشن های والت دیزنی داره و کودک آزاری رو نشون میده، کودک آزاری که هیچ وقت درمان نشد. نیل یکی از کارمندای والت دیزنی ادعا میکنه که والت علاقه شدیدی داشته که اشک کارمندا رو دره و از اونا کاری غیر ممکن میخواد تا اونا رو خورد کنه و بشکنشون. به همین دلیل اطرافیان اون میگفتن که والت دیزنی ناامیدانه در حال تلاش برای بازسازی دوران کودکی خودشه. این قلعه به نظر آشنا میاد. دیزنی اونو انتخاب کرد نه فقط به خاطر زیباییش، بلکه به خاطر تاریخی که داره. این قلعه ساخته شده و در واقع اشغال شده توسط شاه دیوانه لودینگه که عضوی از ایلومینای باواریا بوده و به عنوان نماینده ما توی همه انیمیشن های دیزنی اونو مشاهده میکنیم. لودینگ دوم یه سالن اصلی توی این قلعه ساخت و توسط نقاش های معروف اونو نقاشی کرد و کلی تجملگرایی توی اون سالن به وجود آورد و اون سالن رو فقط برای تمرین های آهنگساز معروف ویلیام چارلز واگنر ساختش تا به اون نشون بده که چرا و به چه علت اینقدر اونو دوست داره. به دلایلی که میگفتن شاه لودینگ عضو انجمن ایلومینای باوارا بوده، ما توی خیلی از انیمیشن های دیزنی یا توی خیلی از ساختمونا و نکات پنهون شده توی دیزنی لند به یه سری نکاتی پی میبریم که مربوط به ایلومینای است، یعنی یه نشونه هایی که مربوط به ایلومینای است. واقعیتش من نمیتونم اسمشون رو کامل بگم چون یوتیوب به همون گیر میده و اذیتمون میکنه. توی این تصاویر میبینیم که چه نشونه هایی از ایلومینایا توی پارک های دیزنیلند و همچنین توی انیمیشن های دیزنیلند وجود داره که شاید ما بهشون توجه نکردیم یا شاید هم دیدیمشون و خیلی برامون اهمیتی نداشته. اما خب یکی از دلایلش این بوده که اون قلعه توسط شاه لودینگ ساخته شده و شاه لودینگ عضوی از انجمن ایلومینای باوارا. خب بچه ها، مرسی که تا پایان این ویدیو هم با ما همراه بودید. خیلی دوستتون داریم. سابسکرایب، لایک، کامنت یادتون نره. خدافظ.